به نام بزرگترین خالق هستی که قلم و فکر انسان از ذکر اوصافش حاجز است. سلام هموطنان عزیز، وقتتان بخیر. امید که هر کجای هستین خوب سرحال باشید. دوستداران چینل یوتیوب چشمک، نبیلا نعیم ناصری هستم. با ادامه برنامه هایی که ما شهر زیبای پلخمری داشتم، امروز به یک رستوران آمدیم که همهش خانم ها هستن و مدیر مسئولش خانم ها هستن و خانم ها از همه مهمان ها پذیرایی میکنن. رستوران بانو یکی از رستوران هایی هست که در شهر زیبای پلخمری اولین رستورانتی که همه کارمندانش خانم ها هستن. ما هم خواستم بیایم به شما نازنینا از این رستوران مقبول زیبا گزارش داشته باشم. به شما نازنینا ما را همراه باشید. خب هموطنان نازنین، آمدیم داخل رستوران و مدیر مسئولش هم هستم، اینجا همراهشان صحبت میکنیم. سلام، خوب هستین؟ صد خوب بخیر، سلامت باشین، زنده باشین. ما چند روزی است در شهر زیبای پلخمری هستیم، تعریف رستوران شما را زیاد شنیده بودیم. خوش آمدین به شهر ما. امروز خواستیم بیاییم به خودتان صحبت کنیم، مقبولتان را ببینیم. زنده باشین، سلامت باشین، تشکر. من تانیا نوری هستم، یک تن از خانمای تجارت پیشه شهر پلخمری. دیگه مدت 2 سال شده که این می رستوران تا آماده ساختیم و جور کردیم بر خانما، البته که بتانند یک فضای امن و آرام بیاین و اینجا غذا بخورن و راحت بشینن. و دیگه بر کسایی که همراه ما کار میکنن، دختر خانما هستن و از طبقه ذکور هم ما کارمند داریم، اینا که کار میکنن حداقل بتانیم برای زینا یک کار را فراهم ساخته باشیم تا که اینا بتانن اما نفقه خودشان و نفقه فامیل های خود پیدا کنن و آرام باشن. و دیگه خانم تانیا عزیز، بگوییم که پیش از این چی کار میکردیم؟ چطور مفکوره گشت که جوی جور کنیم که بر خانم ها هم سرگرمی شود، هم وظیفهشان شود، یک جوی خیلی مفید بر یک خانم است اینجا؟ قبلا خب ما در یکی از بانک های خصوصی وظیفه داشتم، من حیث یک لون آفیسر بودم کار میکردم و در پلوی زی البته طب دندان هم خواندیم، دکتر دندان هم هستم. و دیگه زمانی که بود که اینا همی خانما و شخصا حتی خودم میخواستیم یک جایی بریم نان خوردن و نان بخوریم و اما طور یک جای فضای آرام، یک جای آرام بر خانما نبود. بود مثلا کافی ها هستن، دکانای برگشت فروشی اینا هستن، اما طور یک جایی که خانم بتانه که آرام نان بخوره و آرام بشینه، خود امن البته احساس کنه، اما تو یک جای نبود. دیگه من خواستم که هم یک انگیزه ایجاد شد که یک جایی را جور کنم که هم خودمو هم همی خانمایی که میرن و میاین و فامیل ها آرام باشن و هم کسایی که همراه ما کار میکنن، دختر خانمایی که کار میکنن، البته اونا هم صرف به نیمی خاطر خواستم کم که یک جایی را جور کنیم. خیلی مقبولی عالی. واقعیت میگن خصوصا در شرایط کنونی، در شرایط عالی که حتی جنگ در نزدیک ما هست، در 4 اطراف پلخمری جنگ است فعلا، البته جنگ طالب با دولت. در این حالت که خانما میان اینجا نان میخورن یا ما مثلا همینجا کار میکنم یا کارگرایی که دارم اینجا، ولی واقعا که خیلی دشوار است در این حالت. مردم شما روز قدر پیشرفت نکرده خانم تانیا، میبخشیم گفت کنم، خواهش میکنم، گفت نیست. مردم شما اینقدر امروز پیشرفت نکرده که خانم ها که خون باشه برشان نان بیارن، خیلی مشکل هست. آفرین دختر خانم هایی که اینجا کار میکنن، واقعا آفرین شان که اینجا کار میکنن و بسیار به متوجه هستن، خود کار خود پیش میبرن و یا مثلا نان میارن بر خانم ها. ما دختر خانم گرتون به می خاطر گرفتیم که زمانی که فامیل ها می آین اینجا غذا می خورن، حداقل بتونن آرام نان بخورن. مثلا اگر یک پسر بچه ببره برشان غذا یا ایست که یک دختر خانم ببرن، بهتر از دختر خانم باشن. دیگه صرف به اونمو خاطر دخترک کار میکنن و ما هم خواستیم که گارسونم دختر باشه به خاطر که فامیلا آرام باشن. بله. صرف به خاطر از این دیگه ما اینجا میگیریم، مثلا برنامه سالگیره رو هم میگیریم، برنامه‌ای که سیمینارها هست از دفاتر میگیریم، دیگه بر محافل خوشیشانه
بعضی پایوازی ها هست، حتی شیر میخوری، ایجا بار هم ما اینجا مخلایشان را میگیریم. خیلی راضی هستن، خیلی خوش آمدن. واقعا هر مشتری که جمعه، خصوصا خانم ها آنقدر از ما تشکری میکنن، و خاطر که همونطور یک جای واقعا در پلخمری ما نداریم. بله، نیاز از که داشته یک جای باشه که خانم ها در امن باشن. دیگر خیلی عالی هستی. بگویم خانم تانیا که چند نفر کارمند داریم، چند نفر دختر خانم هست، چند نفر شاقا هستن؟ در حدود 6 نفر خانم ها هست، یک دختر خانم هست، دیگر یک 6 یا 7 نفر از طبق فیزیکی کار میکنم. آشپزایی کنم چطور دختر خانم هست؟ آشپزای ما خانم ها هستن. بله بله، آشپزای ما خانم هست، دیگر گارسون ما دختر خانم. خب، عزیزی بگوییم چند بخش دارن این رستوران خوبان؟ بخش فامیلی جدا هست، سالگره جدا هست؟ بله، بخش فامیلی ما جدا هست، بخش سالگره هم جدا هست، بخش طبقه ذکور هم داریم که بعضی طبقه ذکور هم که میاین برای غذا خوردن از اونا هم جدا هست، بعضی طبقه ذکوری هست که با فامیلای خود میاین، اونا جدا میشینن. دختر خانم ها هم میتونن طبقه شان جدا که جدا بشینن و هم طبقه ذکر. خب، خیلی مقبول هم داریم که میتونن انجام. سلامت باشید. خب، از این نویتون چی غذا داریم در رستوران؟ ما خب غذاهایی که همیشه در رستوران میباشن قابلی است، کباب آماده میکنیم، دیگه مرغ سوجی است، دیگه در پلوش مایی است و ما هم یک مینوی غذایی هم داریم. او طرف فکر میکنم این مینوی غذایی هم داریم که این غذاهایی است که میشه که در کمپه شما بگیریم. خیلی عالی. که همیشه هست اینا. چیزی که ما با توجه شدم خیلی قیمتاش مناسب است. ما در کابل اگر باشیم هم به یک دوست ما بریم و غذا بخوریم، این برای این 1000 افغانی تحویل میکنیم، چی کم بخوریم چیزی ها؟ اولا مردم ما در فعلا اقتصاد تمام کشور ما ضعیف است، خیلی اقتصاد ضعیف است و خصوصا باز پل خمری. بله بله. اقتصاد مردم ما ضعیف است، ما نمیتونیم که غذاها را مثلا نخب زیار بلند، ما هم قناخ میمانیم، کم فایده میگیریم. اما همیشه میگیریم. بله، و میخواییم که اما مردم ما هم که کسایی که من غذا میخورن حداقل بتانن که از این غذاهای رستوران مستفید شون. اگر ما نرخ بلند باشه خب طبعا دیگه دور هموطنهای ما نمیرسه در غذا، به خاطر که اقتصاد ما قدر بلند نیست دیگه. اقتصاد خیلی ضعیف است، اقتصاد کشور ما. دوستای نازنین چه خود از من مینو شنا بخوانم چون غذایی که من کمتر در کابل میبینم اینجا هستن. مثلا آی خانم، آی خانم کمتر یگان رستوران که تو خیلی مدرن می باشه می داشته باشه. دیگه باشه، اول می خوانم پیزا دارن، کباب دارن، کابلی دارن، منتو دارن، آشک دارن، آی خانم، آش، سوپ آلو ترکاری، مرغ سوجی، کباب مرغ، ترایی مرغ، سلات میوه، کلچه مغزی؟ خودتان آماده میکنید؟ بله، ما کلچه هم آماده میکنیم. کلچه ساده هست، سمبوسه هست، ناشتای خرد هست، ناشتای کلان هست، جوس انار هست، جوس سیب، جوس عرب، جوس کیله و چای زعفران هم میداشته باشیم. خیلی عالی. خب خانم تانیا، بر ما درباره رستوران معلومات داریم، چه خوب است رستوران تو را کلا ما ببینیم. درست است، مشکل نیست، میریم میبینیم. خب هموطنان نازنین، خانم تانیا و اتاقی که در امیر رستوران بانو هست و من اتاق نیستم مما و شما با هم ببینیم. خانم تانیا بشنین دیگه. خب اولین اتاق که بر ما نشان میدیم کدام اتاق هست؟ ما اتاق به خاطر سالگره آماده کردیم. این اتاق است که مشتری های ما میاین و سالگره میگیرن و بعضی از روزای خوشیشان را تجلیل میکنن. چه خوب است همکارم اتحاد که چه داخل اتاق معقوله که خیلی خوب دیزاین شده را درست بگیرن؟
یوتا فست و سالگرد سالگرد تجلیل میکنن یا بعضی روزای خاصشان ها که هست تجلیل میکنن. بس خانم تانیا از مسئله که در امیر یک سالگرد میشه بر ما بگوین که چند هزینه میگیرین از یکی که میاین تولد خود اینجا تجلیل میکنن؟ ما خو مشتری که جرمیان خو طبعا طبق معمول اتاق سالگری ما کرایه میگیریم. حتی که غذا نوش جان میکنن باز مرد میکنیم مثلا 1000 یا 500 ما از پیششون. به خاطر یک اتاق چند ساعت باشه؟ خو ممی سالگرها یک ساعت دو ساعت طول میکشن. یک سال گره کرای اتاق 500 یا 1000 میباشه، باز پول غذایش هم جدا حساب میکنیم. پول غذایش هم جدا حساب میکنیم. بعضی کسایی هستن که میاین، فامیلای هستن که سالگره میگیرن، اما از دادر هزینه یا کرایشان خودداری میکنن یا مثلا نمیباشه پیشان، باز ما مشکل نداریم، برشان رایگان هم دادیم، برشان میتونن تجلیل کنن رایگان. مثلا غذایشان فقط پول غذا از پیشان گرفتیم بس. حتی بعض وقتا که تا غذا هم نخوردن خواستن که هم یک روز خواستان تجلیل کنن، که مثلا دو سال گریشان از اونا از پیش متقاضا کردن که خیره یک ساعت یا نیم ساعت، باز مشکل نبود دیگه برشان دادیم. خوش که ما هم دمیجا میبینم خانم تانیا که میامدم تولد من همیجا تجلیل. خیره بخیر بیاین تجلیل میکنیم برتان. اقتصادی عمل میکنیم مصرف زیاد است. خودتان از هر وقت میگین یا غذا نوشتن میکنین یا سالگرم میگیرین، ما در خدمت هستیم. خب خانم تانیا دوباره از این اتاق بگو. این اتاق ها که هست اتاق های فامیلی هستن که در اون سمت ما چند اتاق فامیلی داریم، در این سمت هم هست که فامیلا خب بعضی فامیلا اجازه نمیتن که داخل بریم و اتاق های ما هستن دیگه. او طرف هم اتاق های فامیلی هستن که فامیلا میاین. و چه خوب است که همکارم بیاین یک تصویب داشته باشه از دفتر خانمهای که هم خانم ها هستن فینا آمدن غذا نوش جان میکنن. چک با فضای سمیمی راحت خیلی فامیلا خوش هستن، خانم‌ها از ما زیاد خوشی میکنن که یک فضای آرام و فضای راحت دیگه در امن البته میان میشینن و غذا نوش جان میکنن. خب دوستای نازنین دیگه یه اتاقای ما هستن که فعلا دروازش بسته چون مشتری است. اینا گفتن که در کمره ظاهر نمیشن، باز ما به خاطر دروازش بسته کردیم. دیگه اتاقای دیگه ما هم دروازش. مجموع چند اتاق هست اینجا؟ مجموعه 7 اتاق هست. 7 اتاق هست، یک سالون کلان. خیلی خوش شدیم که امرای شما صحبت کردیم، خوش آرام باشین، دستگانتتان را دیدیم و نبسر همونه که من زیاد تعریف غذای رستورانت بانو را شنیده بودم. امروز میتونم و شما ازدار میدونم که چه قسمه هست. البته با خانم تانیا یک جای میخوریم و بر شما نازنینا میگیم که چه قسمه هست. از محیطش که خیلی خوشم آمد، خیلی سلامت باشین، تشکر. صفا با خصوص امی دیویی که خود صاحب رستوران داشته باشد، خیلی مردم را جلب توجه میربان از این شما سلامت باشین. ما هم زیاد خوش شدم که آمدین، سلامت باشین، تشکر. این از کابل آمدین، بسیار خوش آمدین بشار ما به رستوران تو ما. سلامت باشین. خب ناظرین ما را همراه باشین، ما و خانم تانیا با هم غذا میخوریم. داخلین لحظات برنامه ما را همراه. هموطنان نازنین، ما داخل یکی از اتاق های امیر رستورانت بانو هستم. مزایف نان مهمانانشان هم شدم، اما می وقتی این دیگه مزایف نان شدم خواست مورشون صحبت کنم، ببینم در این شرایطی که در کنکومی هست هم رستوران هایی که این آمدن چه قسم میبینن. سلام، خوب هستیم؟ سلام علیکم، خوب هستیم هم فیره جان، صحت شما خوب است، بخیر آمدین. سلامت باشین. خب میشنم کنم خوبیم؟ بله، نام ما سوهیلا است، یک تن از باشنده های شهر پلخمدی هستم. خانم سوهیلا، از این بگوییم که رسمات بانو چقدر دیر میشه که شما میایید؟ تقریبا بیشتر از یک سال میشه که من اینجا بعض وقت به صرف کام نه. در شرایط که در پلخمدی هست که تو میبینیم فضای رسمات بانو ده؟
شرایط فعلی شهر بغلان بخصوص شهر پلخمدی برای همگی معلوم است که وضعیت امنیتی ما آنقدر که لازم است خوب هم است و هم نیست. به این خاطر میگم خوب است که این تو یک آزادی بر طبقه ناز داده شده که وظیفه میریم، مثال میتونیم به اجازه خود به این رستوران ها سر بزنیم، با دوستای خود یک جا اینجا بیاییم یا با زنانه جایی بریم و محدودیت در خاطر ازیسته که هیچ اعتباری نداره که در کدام گوشه شهر کدام لحظه انفجار و انتحار میشه و بعد محدودیت هایی بر خانه ما وضع است، اختارهای مشنوند، باز هم در پالی ازی که اما قدر ناامنیست کار هم در پالی شد، هم قانون است و هم کار. قبل از اینکه رستوران بانو در شهر یعنی که ایجاد نشده بود نبود، بود برگر فروشگاه بسیار کوچک و محدود که فعلا نامسته و یک جای بسیار قید و یک رفع گرسنگی، اونجا می رفتیم یک 15 دقیقه یک برگر عاجل می خوردیم می برآمدیم. مگر با ایجاد رستوران بانو ایت یک سهولتی بر خانما، بر جوانا، بر تمام فامیلا، بر نامزاددارا ایت یک سهولتی فراهم شده که هر کس میتونه به بسیار رضایت خوب، به بسیار خوشی، به بسیار دل جمع، شخص خودم با دوستای من میشه افتی یک بار دوباره یه سر میزنم، یک فضای بسیار خوب داره، یک نان بسیار صحی، نانی که مردم از او راضی است با قیمت مناسب، یک جای بسیار آسایش بر هم هموطنان شهر پلخمدی. بله ما هم که پلخمدی آمدم واقعی هم تعجب کردم که در این شهر پلخمدی در این وضعیت اقتدار بله. نا هم از یک طرف دیگر مردم کمه از اطراف آمدن نمیفهمن بله. خانم ها را آزاد باند فامیلا هم از سنتی هستن بله بله از دیگر طرف چطور که رستوران هست که بانو او را باز کرده کلش گاسمان بانو هست خیلی متعجب شدم به این خیلی خوشحال هستم که شما هم آمده نمیجه قضا میخوریم تشکر خیلی خوش شدم کمرای ما صحبت کرده اصلا نظرتون است در رسی حرف شما بجا هست در رسی رستوران یک خانم بسیار پرتلاش یک خانم زحمتکش، یک خانم مبارز، بسیار یک خانم قهرمان ده. یک کسی که در این شرایط فعلی مردها جرأت نداره که یک رستوران را ایجاد کنند که در او خانم‌ها و آقایان آزاد بیایند و این یک جرأت میخواه، یک شهامت میخواه واقعیت که مهارتش خانم تانیا جان داره و این مفکوری خودش بوده که این یک پلان گرفته و این رستوران تا همتی یک طرح ریخته که واقعیتی کامیاب هم شد و مشتری های خاص خودم دارد هم مگی از مرد و زن، از طبقه روشن و از طبقه تاریک بگویم هم مگی مشتری هایش هست هم مگی به خوبی اینجا تانستن که بیا و عدفی هم که داشت به مواجه احسنش به پایان رسید به حساب عدف خود نائل شد بله بله دیگر من که آمدم هم باشم صحبت کردم واقعی هم که خیلی خوش شدم که خانم کامیا به این رستوران سرپرستی میکنه و این رستوران در اداره میکنه خیلی خوش شدم از شما هم که امروی ما صحبت کردید مزایم نام دارم خواهش میکنم بفرمایید شما سلامت باشید تشکر میکنم تشکر از شما خب دوستای عزیز هموطنان نازنین که ما را بیننده هستین در ادامه برنامه ما را همراه باشید و ما و خانم تانیا با هم صحبت میکنیم و قضا میکنیم پس ما نازنین ما را همراه خب هموطنان نازنین خانم تانیا دستشان درد نکنند سلامت باشین تشکر نوش جانتان قابلی آوردن کباب آوردن سلات و لوبیا آوردن من که دوستا خیلی هندیش نشدن دوستا پیش آمدن خانم تانیا یک سیخ کباب خورد خیلی مزدار بود خانم تانیا کسیم این خیلی نرم است چرا در کابل در قسم نرم نمی باشد که بخوری زیر دارت آب میشه ما سر کیفیت غذا بسیار کوشش میکنیم که غذای ما با کیفیت باشه درست از اینجا که دیگه جایا هستن غذاهایشان مزه دارد اما نسبت به دیگه رستوران ها و هتل ها واقعا کیفیت غذای ما بالاست چون زیاد سر کیفیت کار میکنیم دیگه خب گپ در اخته و گپایش هست زیاد کوشش میکنیم که ام مزه دار بیه و ام نرم بیه که حداقل مشتری راضی باش از قصای ما باش از این قبلی تنام بخونیم نیچ تنتن دفتر خیلی دوستان مزدار هست
خودش وطنی است دیگه، چیزی که وطنی باشه خیلی مزه داره. خودتان بگیرین. یکی با دست پخت خانم ها هم هست. نه گفتن نه مونه خانم ها. چون آشپزایم خانم هستن. دست پخت خانم ها از دیگه طبعا دست پخت خانم ها مزه داره. هلالی راستی خانم تانیا نگفتن نه مونه عشق مار روزتان است. پیش از پیش تبریک میگم. سلامت باشین، تشکر، زنده باشین، به شما هم تبریک باشه. شما هم دختر خانم موفق هستین. سلامت باشین. بر همه دختر خانم های کمی دمی رستوران تو بانو کار میکنن روز زن یا روز عشق مار تبرشان تبریک میگم. تشکر، سلامت باشین. دیگه سالم این روز با شما باشیم و بیاییم. زنده باشین، سلامت باشین. تشکر. خب دوستای ناظرین، هموطنان عزیز، ما و خانم تانیا نان میخوریم. شما عزیزان که بیندی برنامه ما هستیم، اگر گزارشم خوشتان آمده بود بای همین گزارش نظریاتان انتقاداتان نوشته کنین. ما حتما میخوانیم برای حمایت از چینل ما. میتونیم گزارشای ما رو لایک کنیم و چینل ما رو سابسکرایب کنیم. تا برنامه بعد دیدار بعد، الان نگهدار، خداحافظ.